مهمان من بیشتر عمرش را صرف آموزش کودکان و به خصوص آموزش دختران در منطقه از پاکستان کرده و می‌کند که برداشت‌های عقب‌گرایانه از دین، سنت‌های سمج و نفوذ طالبان دختران را عملاً از آموزش محروم می‌کند. ولی ضیاءالدین یوسفزئی همه خطرات و تهدیدهای طالبان را به جان خرید و در منطقه سوات پاکستان برای دختران مدرسه دایر کرد و با کودکان از برابری دختر و پسر گفت. طالبان هم تهدیدشان را عملی کردند و روزی یکی از مامورانشان وارد مینیبوس مدرسه دخترش ملاله شد، او را با نام صدا زد و چند گلوله به مغزش خالی کرد. ملاله جان به در برد و به خاطر تلاشهایش برای آموزش دختران جایزه صلح نوبل گرفت. ضیاءالدین یوسفزئی امروز یکی از بنیانگذاران بنیاد ملاله است و همچنان در آموزش دختران فعال است. ایده آموزش دختران در این منطقه به شدت سنتی و زیر نفوذ طالبان چگونه در ذهن مهمان من نشست و چگونه به دخترش ملاله منتقل شد؟ ضیاءالدین یوسفزئی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنونم. شما در خانواده سنتی در دره سوات پاکستان بزرگ شدید. پدر و مادر شما سنتی بودند و به شدت با تحصیل دختران مخالف بودند. 5 خواهر شما هرگز به مدرسه نرفتند، ولی شما زیر بار این سنت نرفتید و در همون نقطه مدرسه‌ای برای دختران باز کردید. چطور این کارو کردید؟ How come? Thank you so much. Yes, you're right. I grew up in a community which بله درست میگید. من در جامعه‌ای بزرگ شدم که کاملا پدر سالار بود. من 5 خواهر داشتم و هیچ کدوم از خواهران من نتونستن به مدرسه برن. به 2 دلیل. دلیل اول این که امکانات کافی برای تحصیل دختران نبود و دلیل دوم والدین من بودن که چندان علاقه‌ای به تحصیل خواهرانم نشون نمیدادن. پدر و مادرم رویاهای بزرگی داشتن، اما فقط برای من، چون من پسر بودم. تنها آرزویی که برای خواهرانم میکردم این بود که در اولین فرصت شوهرشون بدن. من همیشه میگم اگه من هم دختر به دنیا میومدم و میشدم دختر ششم خانواده، هیچ کس توی دنیا هرگز اسم من رو هم نمیشنید. این شرایط محیطی بود که توش بزرگ شدم. فرستادن دخترم به مدرسه مرسوم نبود. اون چه من رو تغییر داد تا پدر متفاوتی باشم تحصیل بود. تحصیل علم از من شخصیتی ساخت که امروز هستم. تحصیل علم به من یاد داد که باید به برابری دختر و پسر اعتقاد داشته باشم. تحصیل علم به من یاد داد که قوی ترین سلاح برای تغییر تحصیل. من به یمن تحصیل تغییر شخصیت رو در خودم می دیدم. درون من به خاطر تحصیل درون زیباتری شد. و همه این رو هم مدیون پدرم هستم، برای اینکه درباره تحصیلات من خیلی خیلی جدی بود. به من عربی، فارسی و علوم اسلامی یاد داد. منو به یه مدرسه خیلی خوب فرستاد. خودش معلم بود. به همین دلیل خیلی برای اینکه به من درس داده ازش سپاسگزارم. اگرچه همزمان از اینکه به دخترهاش درس نمیداد ازش گله‌مندم. ولی خب اون شرایط اجتماعی بود. رسم و رسومات در اون زمان به لحاظ اجتماعی تحصیل دختران مرسوم نبود. It was the kind of environment, the social norms. It was not a social norm to send a girl to school. Yes. I mean, you said that was through the education that you realized. بله شما گفتید که به خاطر تحصیل بود که شما به اهمیت تحصیل برای دختران پی بردید. ولی ایده برابری چطور به ذهنتون رسید؟ چون این چیزی نیست که در اون منطقه چندان رایج باشه. همطور که خودتون درباره پدر مادرتون گفتید، در خانواده ها بین دختر و پسر تفاوت زیادی بود. There was a huge difference between the boys and the girls in the family. Yes, of course. Like I myself بله من خودم نابرابر و تبعیض رو به دلایل دیگر دیدم و تجربه کردم. من دانش آموز چندان خوش سیمایی نبودم و به همین دلیل می دیدم که معلم ها علاقه بیشتری به بچه های خوش قیافه تر نشون می دادن. می شه گفت تبعیض به خاطر رنگ پوست یا حتی تبعیض به دلیل ظاهر. من متعلق به یک خانواده طبقه متوسط به پایین بودم. خانواده فقیر. همونطور که گفتم پدرم معلم بود و من می دیدم که بعضی معلم ها، نه همه اونها، نمی خوام همشون رو متهم کنم، ولی بعضی هاشون هوای بچه های خانواده های ثروتمند رو بیشتر داشتن.
به این دلایل من از همون اول خیلی نسبت به مسئله نابرابری و تبعیض آگاه و حساس شدم. و وقتی در خانواده خودم می دیدم که 5 خواهر من مثل برادرشون باشون رفتار نمیشه، در چیزهای خیلی کوچیک ولی در واقع بزرگ مثل تقسیم غذا، بهترین بخش غذا رو می دادن به مردها و هرچی می موند رو می دادن به زنها. در لباس یا حتی در گپ و گفت روزانمون با پسرها خیلی محترم برخورد می شد ولی با دخترها نه. بعضی وقتا باشون بد صحبت می کردن. این شرایطی بود که من تجربه کردم و میتونستم ببینم که نابرابری چطور تأثیر میذاره روی زندگی اونا. بدترین تبعیضی که خواهرای من و دخترای دیگه اون جامعه متحمل شدن این بود که پسرها میرفتن مدرسه ولی دخترها باید میموندن خونه و این نوع زندگی ما رو متفاوت میکرد. من همیشه این رو میگم که در یک جامعه پدرسالار دخترها و زنها بی سر و صدا میمیرن، انگار که هیچ وقت دنیا نیامده بودن. وقتی میفرستشون مدرسه بهشون زندگی میدی، بهشون هویت میدی، بهشون امکان وجود میدی. وقتی وارد کلاس درس تو مدرسه میشن، معلم اسمشون رو مینویسه. این سفر از همونجا شروع میشه. سفر شناخت خودشون، سفری برای پیدا کردن هویت. به این دلیله که من به تحصیل علم اعتقاد راسخ دارم و میگم اگر میخواییم زنان آزادی و استقلال داشته باشن، باید بفرستیمشون مدرسه. So what did you do exactly? خب اون وقت چی کار کردید؟ وقتی به این درک رسیدید، اولین قدمی که برداشتید چی بود؟ اولین قدمم این بود که وقتی درسم تموم شد، یه مدرسه باز کردم. مدرسه‌ای که برای دخترها و پسرها بود. این مدرسه‌ای که من راه انداختم تنها مدرسه این منطقه نبود. صدها مدرسه دیگه هم بود ولی تفاوت مدرسه من فضا و مواد درسی بود که من ایجاد کرده بودم. من دخترها رو تشویق می‌کردم که اگه به حقوق اولیه‌شون توهین شد، خیلی محترمانه به اون اعتراض کنن. مثلا اگر پدر و مادرشون می‌خوان مجبورشون کنن ازدواج کنن یا ازشون می‌خوان زود ازدواج کنن، اونا باید برای حق خودشون اعتراض کنن. و به پسرها یاد دادم که بچه‌های خوبی باشن. بهشون یاد دادم به برابری پسر و دختر اعتقاد داشته باشن. مدرسه من متفاوت بود چون تبدیل به پایگاه شد برای تغییر اجتماعی. از پدر و مادرها دعوت می‌کردم به مدرسه بیان و بخشی از روند تحصیل فرزندشون باشن. براشون کارگاه و سمینار می‌ذاشتیم و درباره اهمیت تحصیل دختران می‌گفتم. درباره آثار منفی ازدواج در سنین پایین. مدرسه من از این نظرها متفاوت بود. واکنش خانواده‌تون نسبت به این مسئله چطور بود؟ خانواده‌ام مشکلی با این مسئله نداشتن ولی اینکه من به دخترم خیلی توجه می‌کردم بعضی‌هاشون رو ناراحت می‌کرد. بذارید داستان براتون بگم. چند هفته بعد از اینکه دختر من به دنیا اومد، پسرمون اومد به دیدن ما و تصادفاً برامون یک کاغذی آورد که شجره نامه خانواده‌مون بود. این شجره نامه رو به عنوان یه هدیه به ما داد و گفت این نسخه مال شماست. من بهش نگاه کردم و دیدم اینا همه مرد هستن. پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، جد. از زنها اسمی نبود؟ هیچ اسمی از زنها نبود، با اینکه در واقع زن پایه اصلی خانواده است. وقتی این رو دیدم یه خودکار برداشتم، یه خط کشیدم و زیر اسم خودم نوشتم ملاله. وقتی پسرعموم اینو دید تو چهرش تلخی و ناراحتی رو دیدم. پیش خودش حتما میگفت این دیوونه رو ببین، داره اسم یه دختر رو تو شجرنامه مینویسه. ولی من کاملا به کاری که کردم اعتقاد داشتم. همینطور بعدها وقتی ملاله بزرگتر شد و در تحصیلاتش خیلی فعال شده بود و علیه طالبان فعالیت میکرد، پسر خواهرم به خانومم گفت مردم میگن این دختر داره بزرگتر از دهنش حرف میزنه. نباید اینقدر بره تو تلویزیون حرف بزنه. باید بره توی یه چهار دیواری. نباید زیاد دیده بشه. من بهش گفتم برو دنبال کار خودت و کاری به کار خانواده ما نداشته باش. اینا چیزایی بود که من به چشم خودم دیدم. ولی من همیشه به مردم میگن که در جوامع پدرسالار هر وقت شما خواهان تغییر میشید یا میخواید تابوهای اجتماعی رو بشکنید، اولین کسی که جلوی شما وای میسته خود شما هستید. چون شما خودت بخشی از اون جامعه ای. تغییر دادن راه زندگی کار خیلی سختیه. با جریان آب جلو رفتن و زندگی کردن کار راحتیه. خیلی هم حس راحتیه وقتی با جریان آب جلو میری، ولی خلاف جهت آب شنا کردن، خلاف جهت شنا کردن کار سختی. شما در مورد واکنش خانوادتون گفتید، واکنش جامعه چطور بود؟ شما داشتید به دخترها یاد میدادید که شورش کنن. راستش رو بخواید مردم در منطقه سوات بسیار پیشرو و آزادی خواه هستن.
قبل از اومدن طالبان ما منطقه بسیار خوبی داشتیم. دره سوات در سال 1969 به پاکستان الحاق شد. از 1917 تا 1969 سوات محل زندگی شاهزادگان بود و به همین دلیل زیرساخت بسیار خوبی داشت، از مدرسه گرفته تا بیمارستان. وقتی طالبان تحصیل زنان را ممنوع کرد، بیش از 50,000 دختر از مدارس اخراج شدند. این یعنی که مردم به تحصیل دختران اعتقاد داشتند. ما در سوات در مرکز بهشت زندگی می کردیم، جایی که مرکز توریسم بود نه تروریسم. همه این مسائل بعد از ورود طالبان پیش اومد. This came after Talibanization. I know that Malala, your daughter was very. میدونم که دخترتون ملاله در روزهایی که شما مدرسه رو باز کردید و تشویق می‌کردین که دخترها درس بخونن خیلی فعال بود. دقیقاً چه کار می‌کرد؟ This is a good question. Like she was a normal student in the Swat Valley. She was اون دختر مدرسه معمولی در دره سوات بود. مثل همه دخترهای دیگه صبح زود به مدرسه می‌رفت و خیلی مدرسه علاقه داشت. چون می دید که عمه ها و خاله هاش در خانواده پدر و مادری نتونسته بودن درس بخونن. به همین دلیل براش مدرسه و تحصیل خیلی مهم بود. دانش آموز بسیار خوبی بود. وقتی پیش دبستانی بود، یعنی خیلی کوچیک بود، هر روز روسری و جوراباش رو می شست. دلش می خواست همیشه تمیز و مرتب باشه. دختر عادی بود. یه دانش آموز عادی مدرسه که درس می خوند. تو سالهای 2005 تا 2006 یک جریان طالبانی در دره سوات شروع شد. با یه رادیوی اف ام شروع کردن و اونجا علیه تحصیل زنان حرف می زدن. این که در اسلام اجازه داده نشه که زنها درس بخونن. بعدتر یعنی سال 2007 شروع کردن به تخریب مدارس. بیش از 400 مدرسه رو خراب کردن. از سال 2007 به بعد بود که ملاله برای حق تحصیل شروع به مبارزه کرد. وقتی طالبان تحصیل زنان رو کاملا ممنوع کردند و تعداد زیادی مدرسه رو با بمب تخریب کردند، ملاله یک وبلاگ برای بی بی سی اردو می نوشت. همزمان ملاله و همینطور من برای کار در یک گروه بشردوستانه داوطلب شدیم و ملاله هر جا که سفر می کرد به هر سمیناری که می رفت راجع به این مسئله سخنرانی می کرد. ملاله به کل کشور سفر کرد و گفت اتفاقی که در سوات داره می افته ضد حقوق بشره. تحصیل یک حقه و حقیه که خدا به همه داده و ما باید تحصیل کنیم. پیامش خیلی تاثیرگذار بود. بعد از عملیات نظامی ارتش پاکستان در سوات ما 3 ماه بی خانمان شدیم. بعد از اینکه عملیات نظامی تموم شد و طالبان مجبور به فرار شدن و منطقه سوات رو ترک کردن، ما برگشتیم به سوات. بعدها ملاله این کارزارش رو ادامه داد. نه تنها علیه طالبان، بلکه حالا چیزهای تازه‌ای می‌دید. دخترها و پسرهای خیابانی رو می‌دید که ازشون کار اجباری کشیده می‌شد. اونجا بود که حس میکرد نیاز به تأسیس یک سازمان داره و با این بود که پیامش خیلی سریع در سراسر کشور پخش شد. اینقدر این پیام قوی بود که طالبان اون رو برای خودشون و ایدئولوژیشون تهدید میدیدن، چون اونها به حق تحصیل زنان اعتقاد ندارن، به قدرتمند شدن زنان اعتقاد ندارن. و همین شد که همون موقع بود که شما برخلاف ایدئولوژی طالبان همچنان به تدریس به دختران ادامه دادید و بعد طالبان تهدیدتون کردند. چی به شما گفتن؟ You carried on with the educating girls. You were threatened by Taliban. Yeah, of course. Like Malala was a normal student and I was a normal teacher. Yeah. ملاله دانش آموز عادی بود و من این معلم ساده. وقتی طالبان حق تحصیل را از ما گرفتن، ما به یک بار از معلم و دانش آموز تبدیل به نیروهای مبارز در حمایت از تحصیل شدیم. گفتیم نه، ما اینو قبول نمی کنیم. شرایطی بود که باید حرف می زدیم. من حرف می زدم، ملاله هم حرف می زد. پرسیدین که اونا چیکار کردن؟ نه، گفتم تهدیدتون کردن. چه تهدیدی کردن؟ منو در رادیوشون تهدید کردن. در یک روزنامه هم یه مطلب تهدیدآمیز علیه دخترم نوشتن. بعد از اون بود که زندگی برای ما سخت شد. میدونین وقتی تو منطقه جنگی زندگی میکنین و این شبه نظامی ها قدرت زیادی دارن و تهدیدتون میکنن، کنار اومدن با اون شرایط خیلی سخت میشه. حالا وقتی که به ملاله تیراندازی کردند و وارد اتوبوس مدرسهشون شدن، اسمش رو صدا کردن و بعد از اینکه شناساییش کردن بهش تیراندازی کردن، وقتی شما این خبر رو شنیدید آیا احساس گناه کردید؟ I was in the press club in Swat and I was about to give my speech because I was من اون روز در یک جلسه سخنرانی داشتم. من مدیر مدارس غیر انتفاعی در منطقه بودم و وسط روز بود که این اتفاق افتاد. دوستم بهم گفت که به اتوبوس مدرسه حمله کردن. نمیدونستم به کی تیراندازی کردن. افکارم آشفته بود. ولی بعدتر فهمیدم که بله، به اتوبوس حمله شده و دختر من و 2 دختر دیگه تیر خوردن.
زمان بسیار سختی بود برای خانواده ما. دلیل اینکه میپرسم اینه که این تبدیل به یک غم بزرگ برای خانواده ما شد. وقتی یک چیز بد برای خانواده اتفاق میفته، چیز شبیه این، اولین کسی رو که مورد انتقاد قرار میدیم خب خودم هستم. میپرسم نقش من چی بود؟ مدتی با خودم فکر میکردم که شاید من میتونستم جلوش رو بگیرم که حرف نزنه. شاید میتونستیم از درهای سوات برای چند وقت خارج بشیم. البته این کار کرده بودم پیشتر که ببرمش از اون منطقه، ولی نشده بود. در این حال من تهدید طالبان رو جدی نگرفته بودم. در محاسباتم اشتباه کرده بودم. فکر میکردم و دوستام هم به این میگفتن که ببین ما پشتون هستیم و به طور سنتی هیچ وقت پشتون ها بچه ها رو هدف حمله قرار نمیدن. به همین دلیل بود که میگفتم تو دختری و بچه ای و درسته چیزای بدی شنیدی ولی اتفاق نمیفته. ولی این اتفاق افتاد. اونها پایبند به اخلاق نیستند. من تو این فکرها بودم و در ناخودآگاه هم خودم رو نقد میکردم تا اینکه با خانومم هم حرف زدم. بهش گفتم به نظرت اینجا کی مسئوله؟ در اون روز خانومم خیلی حرف مهمی بهم زد. گفت ببین نه تو و نه هیچ کسی دیگه نباید احساس گناه بکنین. چون تو از حق تحصیل و صلح دفاع میکردی و اون هم از همین حق دفاع میکرد. تو مجبورش نکردی. اون خودش میخواست حرف بزنه. اونایی که به اون حمله کردن باید احساس گناه کنن. من کسی هم که به خرد همسرم اعتقاد دارم. وقتی از خونه میخوام برم بیرون به آینه نگاه نمیکنم. جلوی همسرم وای میسم و میگم خوبم. میگه خیلی خوبی. بعد هم من میرم بیرون. بعد از اون بود که دیگه چندان بهش فکر نکردم. ولی بهتون یه چیز خیلی مهم رو میگم. ملاله رو نمیشه متوقف کرد. همون موقع هم غیر قابل کنترل بود. اگر این حمله وحشیانه طالبان نبود، اون همچنان در حال سخنرانی بود. بعد از اون حمله در سال 2012، بعد از چند ماه، 6 یا 7 ماه، رفت به سازمان ملل و اونجا سخنرانی کرد و گفت یک خودکار، یک معلم، یک کودک و یک کتاب میتونه دنیا رو تغییر بده. اون زمان مهمی بود که گفت ببینید من هر کاری از دستم برمیومد کردم. بذارید زندگیمو داشته باشم، آرامش داشته باشم. فعال بودن توی دی ان ای شه. فعالیت اجتماعی توی دی ان ای شه. من نمیتونستم متوقفش کنم. But she is, it is in her DNA. Like activism in her DNA. I think that even if I had tried, I wouldn't have stopped her. She's unstoppable. We would have loved to have. خیلی دلمون می‌خواست که میتونستیم با خود ملاله هم صحبت کنیم. ولی میدونم این روزا سخت مشغول تحصیله. یه روزی صحبت می‌کنید. بله حتما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم داستانش رو از زبون خودش بشنویم. Her story basically directly. Ever since the Malala was shot, I mean your status, خب از زمانی که به ملاله حمله شد، شرایط شما خیلی تغییر کرد. شما از یک معلم در دره سوات تبدیل شدین به یک مرد شناخته شده، یک سخنران بین‌المللی که به کشورهای مختلف دعوت میشه. شما کتاب نوشتین. سوالی که به ذهن میرسه اینه که آیا شما ملاله رو ملاله کردید یا ملاله شما رو به کسی که امروز هستید تبدیل کرد؟ It was you who made Malala or Malala made you? It didn't happen either way. Mm-hmm. Neither I made her nor she made me. Mm-hmm. I wrote two books before I came to the UK. هیچ کدوم من اونو کسی که هست نکردم و اون هم منو کسی نکرد. من قبل از اومدنم به بریتانیا دو تا کتاب نوشتم به زبان مادری خودم که یکیش کتاب شعر بود و یکی دیگه نثر. من به عنوان یک فعال صلح به خوبی شناخته شده بودم و همینطور حامی تحصیل در دره سوات. من عاشق زندگیم در سوات بودم چون اون اولین انتخابم بود. زندگی که برای خودم و برای خانواده‌ام انتخاب کرده بودم. گفتم بهتون که دره سوات مثل بهشته. اونقدر زیباست که هر شب تو خواب میبینم که اونجام. پس سوال این نیست که کدوم یکی از ما اون یکی رو ساخت. تنها کاری که کردم وقتی مردم بهم میگن چی کار کردی، میگم بپرسید من چی کار نکردم. من بالهای ملاله رو نبستم. من به این ایمان داشتم که اون یک شخصیت مستقله. برای خودش حق داره و حقش هم با یک پسر کاملا برابره. و من به قدرت تحصیل اعتقاد داشتم. این نقش من در زندگی بوده. ملاله خودشه. شخصیتی برای خودش. وقتی به دنیا اومد چشماش رو که باز کرد و من نگاش کردم، چشماش مثل یک ستاره می درخشید. همون موقع فهمیدم که من خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم. پس من اونو به کسی که هست تبدیل نکردم. در این حال اون هم منو کسی که الان هستم نکرده. من زندگی خوبی در دره سوات داشتم، ولی حالا اهداف ما تغییر کرده. روزگاری وقتی که تحصیل دختران در دره سوات ممنوع شده بود، اون از طرف 50 یا 60 هزار نفر حرف میزد
و حالا برای دفاع از 130 میلیون دختری حرف میزنه که در دنیا از حق تحصیل محرومن. روزگاری من با کمال خوشبختی در دره سوات برای حق تحصیل دختران تلاش میکردم و امروز دارم این پیام برابری و حق تحصیل دختران رو در سراسر دنیا پخش میکنم. فکر میکنم تغییر شرایط ما به خاطر اتفاقی بود که برای ما افتاد. ولی یه چیزی رو با قاطعیت میتونم بگم. حتی اگر اون حمله اتفاق نیفتاده بود، 6 یا 7 سال بعد از اون میدیدید که ملاله همچنان به عنوان یه چهره بین‌المللی شناخته میشه. چون من توش اون شجاعت و عشق رو میدیدم. میدونین چرا بهش حمله کردن؟ چون در کشور خودش همه جا شناخته شده بود. برای همین بود که طالبان با اون همه تفنگ و کلاشنیکوف و نیروهای انتحاریشون هنوز از یک دختر بچه با کتاب میترسیدن. آیا رابطتون با دره سوات همچنان برقراره؟ میدونم که شما به اونجا برگشتید. حالا شرایط تحصیل دختران در دره سوات چطوره؟ The current is, situation is very good. Yeah. There are hundreds and thousands of girls that are going to school. Yeah. شرایط فعلی تحصیل دختران بسیار خوبه. صدها هزار دختر الان به مدرسه میرن. صلح و امنیت بعد از 2009 به سوات برگشته. ما سال گذشته در ماه مارس به سوات رفتیم. برامون خیلی سفر هیجان انگیز و خاطر انگیزی بود. رفتیم به دره سوات و رفتیم به اونجایی که هلیکوپتر ملاله رو بعد از حمله از اونجا به بیمارستان منتقل کرده بود. رفتیم و خونه خودمون رو دیدیم، خاکش رو دست زدیم، به اتاقها سر زدیم، همه جوایزی که گرفته بود رو دوباره دیدیم. برامون خیلی خاطر انگیز بود. شرایط در سوات خیلی بهتر شده. صلح در اونجا حکم فرماست. دخترها دارن به مدرسه میرن و مردم از زندگیشون لذت میبرن. حتی توریست ها هم دارن دوباره برمیگردن. There is a very good peace now. Girls are going to school and people are enjoying their life and even tourists have started going back to the Swat. Yeah. All right. We haven't got much time, so I've got one more question. I speak for long, sorry. As we said, you've been to various parts of the world. وقت زیادی نمونده ولی من هنوز یه سوال دیگه هم دارم. همونطور که گفتیم شما به کشورهای مختلف دنیا سفر کردید و به خاطر فعالیتاتون در بنیاد ملاله خیلی پرکارید. خودتون هم از مؤسسان بنیاد ملاله هستید. ولی شما هرگز به افغانستان نرفتید در حالی که شرایط در افغانستان خیلی شبیه زمانیه که طالبان در دره سوات بودن. الان در افغانستان کم و بیش در خیلی از مناطق همون مشکلاتی را دارن که شما داشتید. خیلی هم به شما نزدیکه. More or less in the various parts, they have the same problem, and is it closest to you? Strategically, as our organization is concerned, strategically Afghanistan is the most important country for our work. تا اونجا که به سازمان ما مربوط میشه، افغانستان به لحاظ استراتژیک مهمترین کشور برای فعالیت ماست. ما با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کردیم و دو بار هم با همسرشون دیدار داشتیم. سازمان ما در افغانستان فعال هست. ما در طول 3 سال گذشته شبکه گلمکه رو در افغانستان دایر کردیم. گلمکه اسمی بود که ملاله باهاش در اون وبلاگش مینوشت. ما این شبکه رو در بسیاری از کشورها فعال کردیم و افغانستان یکی از اون هست. شبکه گلمکه الان در افغانستان، هند، سوریه و چند کشور دیگه فعاله. ولی در افغانستان نماینده های گلمکه ما بسیار فعالن و با نماینده های دولت و سازمان های مختلف همکاری میکنن تا بتونن وضعیت تحصیل دختران رو بهبود ببخشن. They are very smart and they are working with the government departments, with the community to enhance girls' education. یکی از سازمان هایی که ما باش کار میکنیم معلم های زن در افغانستان آموزش میده. میدونین افغانستان جامعه محافظه کاره و خانواده ها نمیخوان دختراشون رو به مدرسه بفرستن که مردها در اون تدریس میکنن. پس ما اونجا معلم های زن رو آموزش میدیم. میدونین یک رابطه ای وجود داره بین ملاله من و ملاله افغانستان. شاید شما بدونین من اسم ملاله رو از روی اسم ملاله میوندی انتخاب کردم. اون زن شجاع و قهرمان افغان که در جنگ دوم بین ارتش امپراتوری انگلستان و افغانها صداش رو بلند کرد و جنگجویان کشورش رو تشویق کرد که برگردن و بجنگن. اون چنین شخصیت مهمی بود. من خیلی به تاریخ افغانستان علاقه‌مندم و قطعا روزی به افغانستان میرم چون این کشور لیاقت این رو داره که ما ازش حمایت کنیم. دنیا ازش حمایت کنه. این کشور باید روی پای خودش بایسته چون تحصیل علم و پیشرفت در این کشور برای همه دنیا مهمه.
و برای اون منطقه پاکستان، هند و کشور شما. Region for Pakistan and your country and India and that region. Yeah. Thank you very much. زیادین یوسفزای، ممنونم که مهمان من بودید. ممنونم از دعوتتون. Thank you.